رسانه های انگلیسی زبان امروز به انتخابات ایران، نفوذ ایران در مناطق فلسطینی همجوار با اسرائیل، اخراج مدیر اف و دستگیری یک آمریکایی دیگر در کره شمالی پرداختند که توجه شما را به آن جلب می‌کند. وبسایت فایننشال تایمز در مقاله تحت عنوان روحانیت قوم در آستانه انتخابات میترسد نفوذش را از دست داده باشد نوشت روحانیونی که زمانی قادر بودند بر رأی مردم تاثیر بگذارند اکنون ناتوان از جلب حمایت برای نامزدهای تندرو و محافظه کارند تقریبا چهل سال پیش اعتبار جلب حمایت برای رفراندوم جمهوری اسلامی به واعظانی داده میشد که با عبا و عمامهشان شناخته شده بودند اما یکی از نشانه های تغییر زمان در سالهای اخیر در ایران این است که معلوم نیست روحانیت که حالا از ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف طرفداری می کند دیگر از چه نفوزی برخوردار است وبسایت شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی با عنوان جهان باید انتخابات ایران را نگاه کند نوشت کاران ایران که تقصیر توافق اتمی و مشکلات اقتصادی کشور را برگردن حسن روحانی میاندازند برای پس گرفتن قدرت خیز برداشتند دست کم در مشهد که مقدس شهر ایران است تمام شهر زیر پوشش پوستر های تبلیغاتی رئیسی است و به نظر می رسد این فقط اوست که برای انتخابات هفته آینده نامزد شده است. وبسایت بیزنس اینسایدر در مقاله با عنوان نیویورک تایمز میگوید رئیس اف بی آی درخواست وفاداری به ترامپ را ماها پیش از اخراج شدنش رد کرده بود می نویسد روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه فاش کرد که تنها چند روز پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، آقای کمی با رئیس جمهوری جدید در کاخ سفید شام صرف کرد. این زمانی است که اداری آگاهی آمریکا در حال بررسی ارتباط عوامل انتخاباتی ترامپ با روسیه بود. نویسنده میگوید در هنگام صرف شام بود که آقای ترامپ دو بار از کومی پرسید که آیا به او وفادار است یا نه. از قرار معلوم آقای کومی در جواب گفته بود به معنای سنتی سیاسی خیر زیرا او به کشور وفادار است ولی این اطمینان خاطر را داده بود که همواره با رئیس جمهوری روک و راست باشد وبسایت لس آنجلس تایمز در مقاله با عنوان ترامپ با ذکر اتهاماتی مبنی بر وجود تقلب در انتخابات سال گذشته که خود پیروز آن بوده دستور ایجاد کمیسیون بررسی تقلبات را داد می نویسد برای معطوف کردن توجه افکار عمومی به اخراج مدیر اداره آگاهی فدرال ترامپ مطلبی را دوبار زنده کرده که سایر رهبران حزب جمهوری خواه مایل به مطرح شدنش نیستند وبسایت نیویورک تایمز در مطلبی با عنوان آمریکاییان به رغم خطر دستگیری به بازدید از کره شمالی ادامه می دهند نوشت وزارت خارجه آمریکا سال هاست که شهروندان را نصیحت می کند از رفتن به کره شمالی خودداری کنند اما هر سال صدها نفر بدون توجه به این هشدارها به آن کشور سفر می کنند و البته بعضی هایشان هم موفق بازگشت نمی شوند. روز یکشنبه اعلام شد که یک توریست آمریکایی دیگر توسط مقامات پیونگیانگ بازدار شده است که تعداد آمریکاییان محبوس در کره شمالی را به چهار نفر میرساند وبسایت تایمز اف اسرائیل در مقاله‌ای با عنوان وزیر امنیت اسرائیل در ملاقاتهایش در آمریکا سعی دارد ایران را از جنوب سوریه بیرون کند نوشت اسرائیل کاتس به آمریکاییان هشدار داده است که جمهوری اسلامی سعی دارد جای پای خود را در جولان و در مرز الجلیل محکم کند